سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک بیننده های محترم هشتگ سوژه. عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت شما گرامیان. میلاد سراسر نور منجی عالم بشریت حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو انشاءالله که شاد باشید به شادی اهل بیت علیهم السلام. افتخار دارم که باری دیگر از جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر باوفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام از بین الحرمین در خدمت شما خوبان باشم. از اینکه هشتگ سوژه رو برای دیدن انتخاب کردید از شما متشکرم. به کربلا خوش اومدید. دوازده امام و پیشوای مسلمانان جهان که جانشینان آخرین پیامبر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله اند، هر یک با در نظر گرفتن شرایط عصری که در آن به سر میبرد راه امام پیش از خود را تداوم میبخشد. در این میان دوازدهمین و آخرین جانشین رسول خاتم از جایگاهی ویژه برخوردار است، چرا که ثمره رسالت 124 هزار پیامبر و اوصیای ایشان و تمامی اولیای الهی در حکومت ایشان نمایان خواهد شد. از این رو آخرین جانشین پیامبر اسلام حضرت مهدی عجل الله فرجه پس از ظهور می‌فرماید: هر کس بخواهد آدم و پسرش شیث را بنگرد، همانا من آدم و شیث هستم. هر کس بخواهد عیسی و شمعون را بنگرد، همانا من عیسی و شمعون هستم. آگاه باشید که هر کس بخواهد محمد و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را بنگرد، همانا من محمد و امیرالمؤمنین هستم. آری، مهدی می آید که رحمت و مهربانی، آرامش و امنیت و آزادی و عدالتی که نمونه ای از آن را پیامبر خاتم الانبیا و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در حکومتشان نمایان کردند، به کاملترین وجه برای جهانیان به ارمغان بیاورد. اما نکته حائز اهمیت و قابل تأمل این که در جای جای حکومت عدل مطلق مهدوی رنگ و بوی خوش حسینی دیده می شود که در ادامه سلسله روشنگری های برنامه هشتگ سوژه امشب و در 395مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه بیشتر در این زمینه با شما گفتگو می کنم. بیننده های محترم، صدا و تصویر ما را در شامگاه نیمه شعبان 1440 هجری قمری همزمان با اول اردیبهشت 1398 خورشیدی از شهر مقدس کربلا و از طریق شبکه جهانی امام حسین علیه السلام دریافت می‌کنید. یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت شما گرامیان. میلاد حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو جای شما بیننده های محترم خالی در شهر مقدس کربلا زیارت میلیونی نیمه شعبان انجام شد و در این چند روز شاهد این بودید شما از طریق پخش زنده های شبکه های امام حسین علیه السلام که چگونه مردم از سراسر دنیا و مخصوصا مردم کشور عراق خودشون رو به شهر مقدس کربلا رسوندن و همچنان زیارت نیمه شعبان حضرت سیدالشهدا علیه السلام ادامه دارد و خیلی عظیمی از زائران در بین الحرمین و خیابان‌های اطراف حرمین مطهر و حرم‌ها مشغول زیارت سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هستند. جای شما بسیار بسیار خالی است. دعاگو و نایب و زیارتون هستیم به این امید که انشاءالله شما هم به زودی از نزدیک و در شهر مقدس کربلا زائر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشید. اما سوژه امشب رو در شامگاه میلاد حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف اختصاص دادیم به اینکه ارتباط امام زمان و حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو در موردش بحث و بررسی کنیم و گفتگو کنیم در این زمینه که بسیار بسیار مطالب حائز اهمیت و قابل تأملی داره روایاتی که در این زمینه هست. انشاءالله در این زمینه امشب با شما گفتگو میکنیم. اولین تماس از تهران هست. سلام میکنم به آقای یاشار. سلام. منم خدمتتون سلام عرض دارم. ممنونم. علیکم السلام. عیدتون مبارک آقای یاشار. بسیار ممنونم. تشکر میکنم. بفرمایید آقای یاشار، از ارتباط امام زمان و حضرت امام حسین چه میدانید؟ بله. حاجا امام زمان و امام حسین هر دو نماد حق خواهی، نماد مظلومیت جهان، نماد مظلومیت بشریت هستند. حالا شرایطشون خیلی مشابه همه. زمانی که امام حسین قیام کرد یعنی عملا دین رو احیا کرد، دینی که از بین رفته بود عملا. بله. زمانی که حضرت مهدی از ظهور میکنن عملا یعنی خیلی حتی شیعه خیلی ازشون میگن که شما انگار دین جدیدی آوردید. از بس دین تحریم توسط جریان شیطانی انقدر دین تحریم میره، انقدر مستتم دنیا رو فرا میگیره که دین امروز عادی میشه چنان که مردم به سطوح میان. وقتی حضرت مهدی ظهور میکنه همه میگن، حتی شیعه بیشترشون، شما یه دین جدید آوردید. اصلا انقدر دین از بین میره. احسنتون. بله همینطور هست. ما داریم میبینیم. بفرمایید که تو سریلانکا بوده، توی معبد که برای مسیحی‌ها بوده، اصلا خیلی کار ناشایستیه. الان ظلم کل دنیا را گرفته، همه جای دنیا ظلم و ستم یه مقدار کمتر بیشتر هستش و همه ادیان به منزی معتقدن، همه اسطوره‌های بشری منزی معتقدن و اصلا یعنی الان نمو داره منزی، اصلا منزی لازمه به این دنیا. شما حساب کنید الان منابعی که تو کل دنیا هست 50 برابر 7 میلیارد جمعیت دنیا است. چرا این همه گرسنگی است، فقر است، بیداد است؟ این همه آدما از آفریقا میان تو دریای مدیترانه غرق میشن. چرا یعنی اروپا نمیتونه تو اونجا تو آفریقا تو کارخونه بزنه، اونا رو نظاره بیام؟ احسنتم آقای یاشار، تشکر میکنم از شما و اینکه جواب سوژه امشب رو بیان فرمودید. من خواهش میکنم که وقت رو به دیگر بیننده ها هم بدیم. از تهران به کرج میریم. سلام میکنم به آقای رضا. آقای رضا از کرج، اگر صدای من رو دارید سلام میکنم به شما. تماسشون قطع شد. خب نظر آقای یاشار رو از تهران شنیدیم که به نیاز عمومی بشر به منجی اشاره کردند که در ادیان مختلف هم بهش اشاره شده، که حالا بحث سوژه امشب ما نیست، و از ارتباط امام زمان و امام حسین و تشابه‌هایی که حضرت امام حسین و امام زمان دارن برخیش رو بیان کردن. ببینیم که نظر شما بیننده های محترم در این زمینه چی هست و در مطالعات و تحقیقاتتون در این مناسبت، در مناسبت نیمه شعبان ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به چه نکاتی دست پیدا کردید. اینکه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در حکومتشون زمین سازی می کنند و فعالیت هایی دارند برای گسترش فرهنگ حسینی و گسترش معرفت مردم به امام حسین علیه السلام. دلیلش چی هست؟ و در این زمینه میخوام نظر شما رو بدونم امشب، در تماس هاتون بفرمایید. و اینکه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از ظهور و در روز اول ظهور نداهای مختلفی دارند. 5 ندای مشهور در روایات هست که در اولین روز ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی که تکیه به دیوار کعبه میدهد 5 ندا دارد امام زمان. اون 5 ندا رو بفرمایید که چی هست و دلیلش چیه، چرا این 5 ندا و این گونه امام زمان خودشون رو معرفی میکنن. تماس بعد از اصفهان هست. سلام کنم به سرکار خانم زاره. السلام علیکم یا قمر بنی هاشم یا حضرت ابوالفضل. السلام علیکم مولایا صاحب اللهم یک الفبر. از سلام ادب و احترام خدمت دستن در علیکم السلام. ممنونم از شما، زیارتتون هم قبول باشه. سلامت باش. عید استاد بهنام. ممنونم، عید شما هم مبارک. بفرمایید از 5 ندای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اولین روز ظهور بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بهنام عربیاشو بگم یا فارسیشو بگم؟ فارسیش رو بفرمایید که وقت دیگر بیننده ها هم باشه بتونن تماسشون وصل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف وقتی که تکیه میدن به دیوار کعبه میگن آگاه باشین ای جهانیان که منم امام قائم شما، آگاه باشید ای اهل عالم که منم شمشیر انتقام گیرنده، و میگن که بیدار باشید ای اهل عالم که جد من حسینه که تشنه شهیدش کردن، و ای اهل عالم جد من حسینه که سلام رو برهنه در خاک افکندن، و آگاه باشید ای جهانیان که جد من را از کین توزی پایمال کردن. احسنتم خانم زاره. در این 5 ندا میبینیم که 3 ندای امام زمان مربوط هست به معرفی امام حسین و معرفی خودشون به امام حسین علیه السلام. معمولا اشخاص وقتی خودشون رو میخوان معرفی کنن، پدر، مادر و این گونه هست که خودشون رو معرفی میکنن. چرا امام زمان خودشون رو به جدشون امام حسین معرفی میکنن؟ والا امام حسین علیه السلام چون وجه مشترکایی با امام زمان دارن. بله. چون هدف امام حسین علیه السلام زنده ساختن احکام قرآن و هدف امام حسین زنده ساختن احکام قرآن و سنت پیامبر و از بین بردن بدعت ها بوده در زمان بنی امیه، و هدف از قیامشون همین بوده. حضرت مهدی عجل الله هم مردم رو به سوی خدا و سنت پیامبر و ولایت علی ابن ابی طالب و بیزاری از دشمنان اونا میخوان دعوت کنن. احسنتون. بله. حضرت مهدی تمام بدعت های ایجاد شده در سرتاسر جهان از بین میبرن و تک تک سنت های پیامبر رو اجرا میکنن. درود بر شما. در یک جمله از ارتباط امام زمان و امام حسین اگر بخواید صحبت کنید چی میگید در یک جمله؟ در ارتباط امام حسین و امام زمان؟ بله. نتیجه این مشترک بودن اهداف آشورا و اهداف دوران حضرت مهدی میشه که حضرت امام حسین هرچی بذر ریخته بودن، امام حسین حضرت مهدی این بذرا را دارن به تبدیل به نهال میکنن و به بار میشونن انشاءالله در زمان ظهورشون. انشاءالله تشکر میکنم از تماستون سرکار خانم زاره و عذرخواهی میکنم از اینکه تماس های دیگری میخواد به استودیو وصل بشه، نظر دیگر بیننده ها رو هم ببینیم چی هست نتیجه مطالعاتشون. تشکر میکنم از بیننده های محترمی که با تحقیق و مطالعه جواب سوژه برنامه رو بیان میکنند و اشاره کردن این بیننده محترم از اصفهان به 5 ندای امام زمان در اولین روز ظهور شنیدید و تقاضا میکنم از بیننده های محترم که در تماس های بعدی سعی کنید که پاسخ دیگر سوال ها رو بیان کنید، تکرار نشه و اینکه نظر خودتون و نتیجه گیری خودتون از بحث ببینیم چی هست بتونید خلاصه بیان کنید که فرصت به همه بیننده ها انشاءالله برسه، تماسشون وصل بشه. این ارتباطی که بین امام حسین و امام زمان هست یک ارتباط دو جانبه هست، یک پیوند ناگسستنی هست، چیزی نیست که فقط امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان و خودشون رو به جدشون معرفی کنن و منتقم خون جدشون باشن و فرهنگ جدشون رو بخوان، فقط این نیست. امام حسین علیه السلام هم در زمان زندگی خودشون همیشه نام مهدی و حکومت عدل مهدوی رو بر لب داشتن و در سخنانشون در جای جای سخنان حضرت سیدالشهدا علیه السلام می‌بینیم که حضرت امام حسین علیه السلام، من عذرخواهی می‌کنم این برگه رو بردارم، حضرت امام حسین علیه السلام در جای جای زندگی خودشون از امام زمان صحبت می‌کردند. یکی از این موارد رو بخوام براتون عرض کنم بیننده های محترم، اونجایی است که حضرت ابا عبدالله علیه السلام می‌فرمودند که بدانید مردم که مهدی 9مین فرزند من است. سیدالشهدا می‌فرماد 9مین فرزند من قیام کننده به حق و عدالت است، به وسیله او زمین مرده دوباره زنده خواهد شد و دین را حاکمیت خواهد بخشید، او حق را برخلاف میل مشرکان و دشمنان احقاق خواهد کرد. بیننده های محترم، اینها شعار نیست، کلام حجت خداست، کلام حسین ابن علی علیه السلام و در کلام حجت خدا و امام معصوم ذره ای شعار نمی بینیم. امام زمان می آید که زمین مرده را زنده کند، این واقعیت مطلبه، اصلا هیچ جنبه شعاری نداره و در سایر روایت ها نیز به این مطلب اشاره شده. سایر اهل بیت علیهم السلام در جای جای زندگیشون از پیامبر خدا گرفته تا حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پدر امام زمان بسیار زیاد به این موارد اشاره کردند که مهدی خواهد آمد که ظلم و جور رو از بین ببرد یعنی ریشه کن کند، مهدی خواهد آمد که زمین مرده را زنده کند. در زمان حکومت امام زمان زمین نعمتهای خودش رو و ثروتها و گنجهای خودش رو برای مردم نمایان میکنه و آسمان از رحمت برای مردم دریغ نمیکنه. اینها افسانه نیست مردم، اینها شعار نیست. امام زمان خواهد آمد و همه این موارد تحقق خواهد یافت. در کلامی دیگر 5مین پیشوای مسلمانان جهان حضرت باقر العلوم علیه السلام می‌فرماید مهدی مردم را به سوی کتاب خدا، سنت پیامبر و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و بیزاری از دشمنان آنان دعوت خواهد کرد. فرصت نیست راجع به تک تک این عبارات توضیح بدم، مطالعه بفرمایید و تأمل کنید در مورد تک تک این فرمایش هایی که عرض می کنم از کلام اهل بیت علیهم السلام. اول امام باقر می فرمایند که مهدی می آید که مردم رو به سوی قرآن دعوت کنه، حتی شیعیان رو. مهدی می آید که مردم رو به سنت پیامبر خدا دعوت کنه. مهدی می آید که مردم رو به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام دعوت کنه. مهدی می آید که مردم رو به بیزاری جستن از دشمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام دعوت کنه. این 4 نکته‌ای که امام باقر علیه السلام در این روایت می‌فرمایند بسیار قابل تأمل هست. می‌بینیم که در جمع‌بندی روایات این هست که اهداف امام زمان و امام حسین مشترک هست، یعنی از بین بردن بدعت‌های جاهلی در مجموع روایات هست و احیای سنت پیامبر، ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت. اهداف مشترک سیدالشهدا علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اما در ابتدای برنامه عرض کردم که عذرخواهی میکنم، یک نکته بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت این هست که امام زمان در دوران حکومت خودشون فعالیت‌های بسیاری خواهند داشت برای انتشار فرهنگ و معرفت حسینی. یادتونه چندین و چند بار در برنامه‌های مختلف از کلام مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی شیرازی عرض کردم که ایشان می‌فرمایند فرهنگ حسینی تنها راه نجات بشریت است. در برنامه امشب یک قدری به عمق و کنه این جمله و عبارت مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی شیرازی پی خواهید برد. فرهنگ حسینی تنها راه نجات بشریت. امام زمانی که منجی عالم بشریت فعالیت میکنه که فرهنگ حسینی و معرفت به امام حسین فراگیر بشه در عالم. یک پازلی است که جمیع این روایات رو کنار هم بگذارید به نتیجه های بسیار بسیار خوبی خواهید رسید که جای دیگری براتون بیان نشده و نخواهند کرد. سیدالشهدا علیه السلام در روایات ما این گونه بیان شده که اولین امامی است که پس از ظهور حضرت بقیة الله الاعظم روحی له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام حسین اولین کسی هست که رجعت می‌کند به دنیا. در قضیه رجعت باید خوب کار بشه، خوب مطالعه کنید ببینید که اهداف رجعت چی هست. روایات بسیاری این مطلب رو بیان میکنه که نخستین کسی که پس از ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه به دنیا باز میگردد حضرت امام حسین علیه السلام هست و نکات بسیار بسیار مهمی در این رجعت بیان میشه که امام زمان چه کار میکنه. وقتی که امام زمان حکومت میکنن و جد غریبشون سیدالشهدا علیه السلام هم رجعت می کنند، امام زمان و امام حسین چه می کنند در زمان رجعت سیدالشهدا و حکومت امام زمان؟ امام زمانی که در 5 ندایی که اولین روز ظهور امام زمان دارد 3 ندا مربوط به امام حسین علیه السلامه. در 3 ندا از اون 5 ندا خودش رو به جدش حسین علیه السلام معرفی میکنند. تماس بعدی رو بفرمایید. سلام میکنم به سرکار خانم حسینی از سوئد. سلام علیکم. حال شما؟ متشکرم. عیدتون مبارک. سلامت بشین. عید شما مبارک بشه. عید همه شیعه انشاءالله که مبارک بشه. احسنتم. ممنونم از شما. بفرمایید سرکار خانم حسینی، چرا امام زمان صبح ظهور، اولین روز ظهور، ابتدا از مظلومیت جدش حسین علیه السلام و شهادت ایشون صحبت میکنه؟ انشالله آقای امام زمان میاد که دنیا رو پر عطر کنه. انشالله انتقام حضرت زهرا مادرش امام حسین علیه السلام انشالله بگیرن. انشالله پایدار دین اسلام، دین و بین اسلام پایدار بمونه انشالله. انشالله. بفرمایید از ارتباط امام زمان و امام حسین چه اطلاعاتی دارید؟ متاسفانه من یادم رفته. خب نیازی نیست سرکار خانم که استرس داشته باشید. حالا صداتون در کربلا داره پخش میشه. من پیشنهاد میکنم که سلامی بدید به سیدالشهدا علیه السلام در نیمه شعبان. السلام علیکم. السلام عليك يا علي. السلام على الحسين وعلي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. إن شاء الله كأعوام البيض أعوام إن شاء الله ظهور مكنة إن شاء الله كالدنيا ربوري عدل بكنة إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم عجل لوليك الفرج. تشکر میکنم از تماستون. خانم حسینی از سوئد هرچند استرس داشتن و نتونستن صحبت کنن و نتیجه مطالعاتشون رو بیان کنن. در مورد رجعت صحبت کردم و اینکه اولین امامی که رجعت میکنه پس از ظهور امام زمان حضرت سیدالشهدا حسین ابن علی علیه السلام هست. آیه ششم سوره اسراء رو مطالعه بکنید، تفسیرش رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم رددنا لكم الكرة علیهم. این آیه اشاره به رجعت سیدالشهدا علیه السلام داره. تفسیرش رو حتما مطالعه بکنید که بعضی روایات می‌فرمایند حسین ابن علی با یارانش رجعت می‌کند و یاران سیدالشهدا علیه السلام اصحاب الحسین میشوند اصحاب المهدی. یاران امام حسین علیه السلام به یاران امام زمان می‌پیوندند. بعد خدمت شما عارضم که چه زمانی امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از این دنیا خواهد رفت. روایات در این زمینه بسیار هست. در روایات رجعت بیشتر میتونید مطالعه کنید. بهارالانوار جلد 53 رو پیشنهاد میکنم که روایات رجعت رو ببینید یا تفسیر برهان جلد دوم و بله کافی جلد 8 رو مطالعه بکنید در مورد رجعت و اینکه سیدالشهدا علیه السلام چه خواهد کرد پس از رجعت و امام زمان موقعی که سیدالشهدا رجعت میکنن چه خواهد کرد. یکی از مهمترین نکات در روایات رو خدمت شما بیننده های محترم بیان کنم و عرض کنم که یکی از مهمترین مسئولیت‌های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفی امام حسین به جهانیان هست و منتشر کردن فرهنگ حسینی و معرفت حسینی میان جهانیان هست. و روایت در این زمینه می‌فرماید، خوب دقت کنید، عبارت روایت رو براتون میخونم. فاذا استقرت المعرفه فی قلوب المؤمنین، زمانی که معرفت به حسین علیه السلام در قلوب همه مؤمنین در سراسر دنیا منتشر شد، امام زمان از این دنیا خواهد رفت. یک بار دیگه عرض کنم خدمتتون، فاذا استقرت المعرفه فی قلوب المؤمنین، هنگامی که معرفت به این آقا سیدالشهدا علیه السلام، معرفت حسینی و فرهنگ حسینی میان مؤمنین و میان جهانیان فراگیر شد، همه جهان به حسین علیه السلام شناخت و معرفت پیدا کردند، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از این دنیا خواهد رفت. و در همین روایات می‌فرماید که سیدالشهدا است که مسئولیت غسل دادن و کفن و دفن حضرت مهدی عجل الله فرجه را بر عهده دارد و نکته دیگر هم در این روایات به چشم میخورد که حضرت سیدالشهدا علیه السلام، این سیدالشهدا علیه السلام وقتی که امام زمان رو غسل دادند و کفن کردند، مهدی موعود حضرت بقیة الله الاعظم رو روایت می‌فرماید فی حفرته، سیدالشهدا در قبر خودش مهدی را دفن خواهد کرد. ارتباط امام زمان و حسین ابن علی، ارتباط عاشورا و قیام امام زمان، ارتباط فرهنگ حسینی و حکومت مهدوی خیلی نیاز به مطالعه داره، خیلی نیاز به تحلیل و بررسی داره. برای کسانی که کنجکاو هستند به عمق و کنه این ارتباط برسند، تمام این اتفاقات در شهر مقدس کربلا خواهد افتاد. بیننده های محترم، سیدالشهدا امام زمان رو در حرم خودش، در قبر خودش، پس از غسل دادن و کفن کردن در قبر خودش خواهد دفن کرد. امام زمان رو و سیدالشهداست که بر بدن مقدس و نازنین حضرت مهدی بقیة الله الاعظم نماز خواهد گزارد و در کربلا در قبر مطهر خودش دفن خواهد کرد. وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می کنند و تکیه به دیوار کعبه می دهد امام زمان، پس از آن 313 نفر از خواص یاران ایشان یا فرماندهان لشکر ایشان جمع می شوند. امام زمان عجل الله فرجه الشریف آیه 86 سوره مبارکه هود رو تلاوت می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بقیة الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این آیه رو تلاوت می کنند و پس از آن خطاب به جهانیان جملاتی می فرمایند. تماس بعدی رو وصل می کنیم. آقای عزیز از تهران، سلام می کنم به شما. سلام علیکم، عرض ادب و ارادت و تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه، خصوصا نیمه شعبان. متشکرم. شما عرض ادب و ارادت آقای بهنام. عید شما هم مبارک باشه. ممنونم از لطف شما. سلامت باشید. بفرمایید آقای عزیز که از ارتباط امام زمان و سیدالشهدا علیه السلام چه اطلاعاتی دارید؟ کار انقلابی که کردن در دوره خودشون برای جدشون، چون به دلیل انحرافاتی که اون ملعونین معاویه و یزید توی دین ایجاد کرده بودن، به فسق و فجور کشونده بودن و اونجوری که دین به نظر خودشون بود به رأی خودشون تفسیر کرده بودن رو داشتن به مردم میخوروندن. سیدالشهدا برای احیای این دین قیام کردن، برای احیای دین جدشون که دین درست رو به مردم نشون بدن. تشابهش هم با حضرت حجت این هستش که حالا در زمان ظهور ایشون مردم همه میگن که جاء به دین جدید، یعنی دین جدیدی رو بود. یعنی در اون انقدر دین منحرف شده توسط ظالمان که به خاطر حکومت، به خاطر منافع خودشون دین رو منحرف کردن و به خورد مردم دادن و اعتقادات مردم رو عوض کردن. وقتی که حضرت حجت هم تشریف میارن در اون حد میگن که دین عوض شده که میگن جاء به دین جدید، یعنی دین جدیدی رو وارد کردن ایشون. اما دین جدیدی نیست، همون دین اسلام ناب محمدی هستش که هر کسی در هر جای دنیا به خودش نسبت میده و میگه که ما اسلام ناب محمدی هستیم، ولی هیچ کدومشون اسلام ناب محمدی نیستن. متاسفانه در کشورهای اسلامی همینطور که میبینیم دین داره به رأی خودشون تفسیر میشه و به نفع خودشون. هر جایی که صلاح و مصلحت حکومت خودشون هستش اونجا دین رو به کار میبرن و لطمه به دین میزنن و دین رو خراب میکنن و اعتقادات مردم رو به بازی میگیرن. که تشابه حضرت حجت هم با حضرت امام حسین این هستش که در اون قیامشون که انشاءالله توفیق داشته باشیم، قسمتمون باشه چشممون به جمال حضرت حجت روشن بشه، ما همون قیام رو ببینیم و انشاءالله در سایه لوای حکومت ایشون بتونیم چند صباحی خدمتگزار باشیم انشاءالله. ممنونم و تشکر میکنم از تماستون و اینکه نظرتون رو بیان کردید. خدا نگهدار شما یا علی مدد. امام زمان پس از تلاوت آیه 86 سوره مبارکه هود خطاب به مردم میفرماید: ای مردم بدانید که من نزدیکترین انسانها به آدم ابوالبشر هستم، من نزدیکترین مردم به ابراهیم علیه السلام هستم، من نزدیکترین مردم به اسماعیل هستم، من نزدیکترین مردم به محمد صلی الله علیه و آله هستم. هر که میخواهد به محمد و امیرالمؤمنین بنگرد من را ببیند که من محمد و امیرالمؤمنین هستم. هر که میخواهد جلوه حسن و حسین را درک کند من حسن و حسینم. دعوت مرا لبیک گویید و هر کس که اهل خواندن کتابها و صحف آسمانی و فهم آنهاست به من گوش جان بسپارد. سپس امام زمان برای مردم از صحف انبیای مختلف الهی شروع می کنند به تلاوت کردن، از صحف آدم و شیث و نوح و ابراهیم گرفته تا تورات و انجیل و زبور و اهل انجیل و اهل زبور و تورات همگی اعتراف می کنند که به خدا قسم این همان تورات، این همان انجیل، این همان زبور و کتب آسمانی است بدون تحریف. این آقا همان کتابهای الهی را بدون تحریف خواند و دست نخورده آنچنان که نازل شده خواند. تماس بعدی رو بفرمایید. سلام میکنم به آقای منوچهر از ارومیه. رحمت الله. عیدتون مبارک. وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عید شما هم مبارک. تبریک میگم. نیمه شعبان رو ولادت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا الفدا عرض به خدمتتون. متشکرم. احسنتم. زیارتتون هم قبول باشه آقای منوچهر. بفرمایید که قربان شما. چرا امام زمان در اولین روز ظهور از مظلومیت و شهادت جدشون سیدالشهدا سخن میگن؟ حضرت آقا امام حسین شهادتش رو شما بررسی بکنید، واقعا در نوع خودش یعنی حضرت آقا امام حسین بسیار مظلوم واقع شدن و حتی پدر معظم ایشون، جد بزرگ ایشون به این شکل به شهادت نرسیدن که آقا امام حسین به شهادت رسید. حضرت آقا بله. بقیة الله الاعظم خودش میفرماید که من در فراق جدم، در ذکر مصیبت جدم شب و روز گریه میکنم و اگر اشکهای چشمم تموم بشه به جای اشک از چشمم خون جاری میشه. بله احسنتم. الو ادامه بدید آقای منوچهر، صدای شما پخش میشه. عرض به خدمت روز زمانی که حضرت بقیة الله الاعظم وارد مدینه میشن با لشکریان خودشون، در کتاب نوابع الدهور نوشته بله. که حدیثی هست، حضرت در اونجا تشریف میاره، در اونجا اون دو ملعون رو از زیر خاک بیرون میاره. در روایت هست که برای اینکه خداوند مردم آن زمان را مورد آزمایش قرار بده جسد اون دو ملعون پوسیده نشده. حضرت آقا امام زمان علیه السلام اینها رو که در میاره برای اینکه اصحاب آزمایش بشن، اینها زمانی که این رو میبینن یه اونایی که ایمانشون ضعیف هست اینها یه مقدار روحیه‌شون متزلزل میشه. بعداً حضرت آقا امام زمان این دو رو آماده میکنه برای دادگاه حضرت محسن ابن علی علیه السلام. عرض به خدمتتون در اونجا زمان که این دو تا ملعون حرامزاده رو از درخت نخل خشکیده‌ای که وجود داره آویزان میکنه، دست مبارکشون برخورد میکنه به اون نخل خشکیده. در هنگامی که دست حضرت آقای امام زمان برخورد میکنه، باز تعدادی از اون درخت سبز میشه، باز یه تعدادی از اصحاب فکر میکنن که به خاطر اینکه این دو تا ملعون رو در اونجا حضرت آویزان کرده، به خاطر اینها هست. در این هنگام حضرت بقیة الله الاعظم میفرماید که این به میمنت ما هست، منم بقیة الله الاعظم. دادگاه اونها برگزار میشه. اون دو تا ملعون رو با همان آتشی که درب خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آتش زدن، با از باقی مانده همان آتش این دوتا ملعون رو مجازات میکنه. حتی گردی که از این ملعون های متعفن باقی میمونه، اینها رو هم در هوا پخش میکنن. آقای امام زمان حکومت میکنه. در برخی از روایت ها هست انقدر پیر میشه که پلک هاش بر روی چشماش میفته. در اون هنگام هست که ادامه بدید، بفرمایید. در اون هنگام هست که حضرت آقا امام حسین که رجعت کردن، حضرت آقا امیرالمؤمنین رجعت کردن، دابت الارض هست حضرت امیرالمؤمنین صدیق اکبر، ایشون عصا و انگشتری به دست دارن که به وسیله اون مؤمن یا کافر بودن یک شخص رو مشخص میکنن. البته جایی هم هست که روایات رو شما بررسی بکنید، حضرت آقا امام زمان زمانی که میاد در کوفه مستقر میخواد وارد کوفه بشه، یه تعدادی از بطریه ها در مقابلش ایستادگی میکنند. میگویند ای فرزند زهرا، ما به تو نیاز نداریم، برگرد از همان راهی که آمدی، برگرد. حضرت بقیة الله الاعظم میفرماید 3 روز به شما مهلت میدهم، یا ایمان بیاورید به امامت من و در صف من باشید، یا همه شما را گردن میزنم. که اینها هم یه تعدادشون ایمان میارن، یه تعدادشون ایمان نمیارن و حضرت بقیة الله اعظم وارد کوفه میشه. البته در برخی از روایت ها هست که حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا الفدا به حضرت عیسی میفرمایند یا روح الله سر دجال رو بزن. دجال سرش رو میزنه در مسجد کوفه، همون مسجدی که خدا 4 بار برای من قسمت کرده به زیارتش اومدم. در همان مسجد حضرت بقیة الله الاعظم سر شیطان ملعون رو میزنه و این همان وقت معلومی هست که خداوند در قرآن. تشکر میکنم آقای منوچهر و عذرخواهی میکنم که وقت برنامه بیش از این اجازه نمیده که از مطالعاتتون بیان بفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. در تفسیر آیه 33 سوره مبارکه اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، میبینیم که در تفسیر و تأویل این آیه روایت های مختلفی هست. من جمله این روایات فرمایش حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست که میفرماید ما اولیای دم حسین ابن علی هستیم و هنگامی که مهدی ما قیام می کند منتقم خون حسین خواهد بود و پیگیری خواهد کرد کشته شدن مظلومانه حسین علیه السلام را. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، هر کسی که مظلومانه کشته شود ما برای او تسلطی بر ظالم قرار می دهیم. که در تفسیر این آیه مبارکه، آیه 33 سوره مبارکه اسراء، روایات میفرمایند که اون مظلوم سیدالشهدا علیه السلام هست و کسی که خدا تسلط بر ظالمین قرار داده حضرت امام زمان هست که منتقم خون سیدالشهدا هست، که در دعای ندبه هم میخوانیم عین الطالب بدم المقتول به کربلا. تماس بعدی رو بفرمایید. سلام کنم به خانم حجارزاده از تهران. با عرض سلام و تبریک عید نیمه شعبان خدمت شما و تمام دست‌اندرکاران. متشکرم، عید بر شما هم مبارک باشه. خواهش میکنم. در مورد موضوع امشب، امام حسین علیه السلام در زمانی که در زمان برگشتن گفتن که یکی از نهمین فرزند من که تنها کسیه که انتقام به خون من رو میگیره و بشارت قائم امام زمان رو داده بودن و حضرت امام محمد باقر وقتی که یارانشون ازشون میپرسن که چرا به امام 12 لقب منتظم میدین، میگن که تنها امامی هستن که خون حسین رو انتقام خواهند گرفت و از من که حضرت آقای موسی به شهادت میرسن فرشتگان ناله سر میدن، ناراحتی میکنن و از خدا میپرسن که آیا خدایا آیا خون حسین پامال میشه که خداوند میفرمایند که به عزت و جلالم قسم که خون حسین پامال نخواهد شد و کسی زور خواهد کرد، کسی خواهد اومد که انتقام خون حسین منو خواهد گرفت، هرچند که این مدت زمان طولانی زمان ببره. احسنتم، درود بر شما. تشکر میکنم خانم حجارزاده و عذرخواهی میکنم باز هم از اینکه دقایق پایانی برنامه هست. خدا نگهدار شما یا علی مدد. روایات مختلفی بیان میکنند که حتی شعار یاران امام زمان در حکومت عدل مهدوی یا لثارات الحسین هست: ای بازخواست کنندگان خون حسین. بازم بگم و مطلب دیگر این که روایات می‌فرمایند، خوب دقت کنید بیننده های محترم، این ارتباط ها همون پازل هایی است که عرض کردم. روایات می‌فرماید تا جایی که ان صوت المهدی یشبه به صوت الحسین علیه السلام، حتی تون صدای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همان تون صدای جد غریبش حسین علیه السلام خواهد بود. انشاءالله که ما هم بتونیم جزو نشر دهندگان فرهنگ حسینی و معرفت حسینی در سراسر عالم باشیم، همون کاری که امام زمان پس از ظهور انجام خواهد داد که فرهنگ حسینی تنها راه نجات بشریت است. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار شما یا علی مدد.